My name is Reza Torxadeh, and I grew up here in Southern California. We take pride in handling difficult cases. Individuals or families who've lost a loved one really need somewhere to go, and in most instances, they have no one else to go to for help. We take pride in taking those cases because no matter how wealthy the corporation, no matter how big the insurance company, no matter how many lawyers the defense hires, we will make sure that we do everything it takes to protect individuals and families who otherwise wouldn't have the ability to go up against multi-million-dollar, multi-billion-dollar corporations. Our goal is really to even the playing field. You have a team of attorneys representing you who come from many different backgrounds, who are recognized nationally, who have been published, who have won awards based upon results. And that's what you get with workload results. حرف من با همه ی حرفا کمی فرق میکنه، نمیگم برتره اما صحبت از شرق میکنه، صحبت از خانه امیران و سرای شیران، کس بلا دور بماند در پناه یزدان، سرزمینی که دل آدماشون غرق صفاست، آب و خاکی که سراسر همه افتخار ماست. ایران 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 ایران، باغ و بستان و چمن، دشت و بیابان، همه گل، شور و مستی به سر از بانگ هزاران بلبل. ایران 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 ایران. سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که باز دوشنبه شد که این سعادت داشته باشم در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه رو باز با نام خدا شروع میکنیم و دیاکو عزیزم سکاندار کشتی عشق ماست. این برنامه باز مستقیم و از طریق اسکایپ داره پخش میشه. شماره تلفن هایی که اونجا هست، تلفن استودیو 818-477-1717، تلفن آفیسی که نوشته که 888-222-8286، متعلق به دفاتر حقوقی دکتر رضا و دکتر کوروش ترک‌زاده، وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا، پسرای خوب من است که این برنامه رو به شما تقدیم میکنن، اسپانسر این برنامه هست. و شماره به اصطلاح اون پیامگیر منم که اون 310-890-2233. خب از راه تقریبا دور خدمت آقای شهرام همایون عزیزم، آقای باقری عزیزم، آقای جورج عزیزم، آقای عباس پهلوان عزیزم خیلی سلام دارم و امیدوارم که همه عزیزانی که در کانالیه کار میکنن خوب و خوش باشن. یه مش آقای شهرام همایی، یه مش گل، یه مش انسانهای خوب دور خودش جمع کرده، این بسیار باعث مباهات. در این یکی دو روز باز به وسیله ایمیل و تلفن محبتتون شامل حال بنده و این برنامه شد قربونتون برم. یه توضیح هم باش بدم. در آخر برنامه روز شنبه خانم محترمی اومدن و گفتن که فرمودن که آقای خامنه‌ای پدر ایران نیستن. بنده نگفتم پدر ایران هستن یا نیستن، بنده گفتم یکی که سرپرستی یک چیزی هست از خانواده کوچیک گرفته تا یک کشور، کسی که میشه اونجا سرپرست اونجا میشه، به اصطلاح چیز پدری رو انجام میده. من نگفتم همه پدرهای دنیا خوبن، پدرهای بدم داریم. خب در هر صورت این رفع شبه بشه که ما عرض کردم یکی که مسئول یه جاییه، اون باید مسئولیت ها رو همش قبول بکنه، نه اینکه فقط و فقط به خاطر پر کردن به اصطلاح جیب اطرافیان و دوستان و خیشانش در تا اونجا رهبره، ولی موقعی که باید بیا جواب بده که آقا این همه اعدام، این همه مردم بیچاره،
این همه مردم به اصطلاح که نون ندارن بخورن از کجا آمده حاضر نباشه جوابگو باشه، مسئولیت قبول نکنه. نه، اینطوری نیست. همونطور هم که در رژیم قبلی، رژیم پادشاهی، شما دیدین تمام کارها رو خب کسایی کردن که بعدش که خیانت هایی که کردن همه شما انداختن گردن شاه، همه شما گفتن شاه کرد. خب از اون چه میدونم، از اون پاسبانش گرفته تا اون چه میدونم وزیرش گرفته، نخست وزیرش، همه رو انداختن گردن شاه. نه عزیزانم، ببینید، پس اگر کسی یکی مسئول یه جایی هست، به عنوان پدر اون چیز حساب میشه. اگر خانواده حساب بکنیم، پس اگر پدر خوب نباشه باید ازش بازخواست کرد، فرق نمی کنه. در هر صورت عزیزانم، در دنیا هم که میبینید آشوب همینطور برقراره و از این طرف شده بازی. این وسط این مردم هن که بیچاره نمیدونن کجای کاره. یه روز میگن مرگ بر 30 سال، 33 سال گفتن مرگ بر امریکا، بعد اومدن قربون صدقه همدیگه رفتن باز با هم، نمیدونم اوباما و نمیدونم از اون طرف آقای رهبر و نمیدونم این وزیر وکیلاش شروع کردن قربون صدقه همدیگه رفتن. آقا آدم کجاشه باش بخونه تمام اینا به ما عرض کردن. من این چیزهایی که دارم عرض میکنم خدمتون به ریشه اصل حرف بنده که برسیم، مردمه. مردم مهمترین چیز در فکر بنده است، در ذهن بنده است. بنده نه سیاسی هم، نه دوست دارم سیاسی باشم، نه علاقه ای دارم که سیاسی باشم. ولی اگر پس 33 سال اومدیم یک سازمانی گذاشتیم، گفتین آقا ما الان میخوایم بمب اتم درست بکنیم و هواش کردیم و فلان، چرا بعد از 33 سال وقتی اربابتون آقای امریکا گفت خب دیگه بس دیگه چیز نکنیم، در 33 سالی همه خرج کردین، پول ریختین در جیب همه امریکا و شوروی و نمیدونم این کشورهای اروپایی، بعد دیدین چطوری باتون رفتار کرده. خب حالا قربون صدقه امریکا میریم. باز امروز آقای خامنه ای میخندیدن، ریش خند میکردن امریکا رو، میگفتن امریکا از ما دعوت نکرده که بریم این داعشی ها رو به سر همکاری بکنیم و از بین ببریم. کجای این کار درسته؟ کجاش این بازی ها به کنار. حرف اصلی بنده اینه که این مردم، این 95% مردم چرا باید در زجر باشن؟ همین، اونم به دلیل اینکه با این ایمیل ها و تلفن که بنده در هفته شاید بین 6 تا 7 هزار تا ایمیل و تلفن داره از مردمی که نداره. خب ما هم دستمون تا اونجا که برسه، ما هم دستمون اونقدر باز نیست عزیزان، که کسایی که زنگ میزنن و یک درخواستایی میکنن، کاشکی داشتیم، کاشکی به یه اندازه قدرت داشتیم که میتونستیم جوابگوی این عزیزا باشه. خب شرمنده میشیم، ما این وسط شرمنده میشیم. این عزیزایی که کمک میکنن، خب تا یه عرض کردم هیچ کدوم از اینا ثروتمند نیستن، البته ثروت معنوی دنیا ثروت معنوی دارن، ولی خب ثروت مادیشون یه حد محدودی، تا اون حدی که بتونن کمک. در هر صورت ما تلاش خودمون رو به اندازه خودمون میکنیم، ولی دیگه چرس کنیم. خب ما خیلی جالب بود که من دکتر شاروخ از آلمان، این دکتریه که آدم هضم میکنه از هر جوانی که من در دنیا میبینم که پیشرفت میکنه، فرق نمیکنه، مثل برادرای خود منن، مثل پسرای خود منن، هیچ فرق نمیکنه. آرزوم اینه که همه جوانا خوشبخت و موفق باشن. بعد از اینکه برنامه ما تموم میشه، که ساعت 1-2 شب آلمان میشه، از بیمارستانی این دکتر شاروخ رو امرجنسی بهش میگن که زود بیا، که یه جوون 20 ساله یک ماشین بهش زده و خونریزی مغزی کرده و اینجا دکتر نیست، خودتو برس. با عجله میگه هنوز آماده بودم که برم بخوابم ساعت 2 شب، بلافاصله میره اونجا از ساعت 3 تا 7 صبح این عملو انجام میده.
و اینقدر این مرد با شرف، این دکتر با شرف خوشحال بود، میگه مثل اینکه دنیا رو به من دادن و این بچه رو، این جوان 20 ساله رو نجات داد از مرگ. خب اینا دارن زندگی میکنن، کسایی که به این صورتن و دلشون برای هم نوع خودشون میتپه دارن زندگی میکنن، نه مال جمع کردن و دزدی اموال مردم. خب اینه میگن زندگی، اینه میگن قشنگی. وقتی میره از علمش استفاده میکنه و یه نفر از مرگ نجات میده. خب خیلی هم لطف داشت، گفت که تمام این چیزها رو من فکر میکنم از اینه که خب ما میخواستیم کمک بکنیم به کسی دیگه نشد، خب حالا اینو از مرگ نجات دادیم. و آمادگی خودش هر دفعه که ما با شاهرخ عزیزم، با دکتر شاهرخ صحبت میکنم، میگه من هستم، اینجا هستم، رو من حساب کن. انسان خوب دور برای من زیاد هستن توی قبیله عشق ما. یه عزیز دیگه که تازه افتخار آشنایی باشو دارم، یک انسانیه که سنی ازشون گذشته، نوه دارن، نتیجه دارن، انسان خوب، در ویرجینیا هم تشریف دارن. هر دقیقه که میشه زنگ میزنه میگه فرخ اگر از دست من کاری برمیاد بگو انجام بدم، با وجود هزار مشغله خودش داره. اینا قشنگ میکنه، یا سرهنگ، یا بیروز، یا عزیزان دیگه از سراسر دنیا. حالا اگه اسم بگم زیاد میشه. اینا دنیا رو زیبا میکنه. خب در اشتاد اینم از اینو. ما یه چند تا تلفن باش بگیم. جعفر عزیزم، آقای حمید رضا از انگلیس قول داد، بچه آبادانه، قول داد به زنگ بزنه یکی پیدا کنه تو رو بذاره سر کار. ولی خود حمید رضا دنبال آقای میاهی میگرده، آقای رسول، عبد، حمید، هر کدوم از اینا که فامیلشون میاهیه، حسن و نبی و نعیم، که اینا هر کدوم که دانیال تاکسیر داشتن در کوروش اهواز، هر کدوم از اینا اگر کسی میشنوه، حمید رضا از انگلیس دنبال اینا میگرده، حتما تماس بگیرین. بعدش هم یه کاری بدیم به این جعفر ما که از ما گله نکنه، امیدوارم که درست بشه. از حضورتون که سرکا خانم محترمی از گلندل به دنبال خانم داوودی که آلبرتو زیان فرزندانشون هستن، فکر میکنن در استرالیا باشن، وقتی در کرج بودن با هم همسایه بودن. اگه از کسی از خانم داوودی که پسرهاشون هم آلبرتو زیان هست اطلاع داره، خانم محترمی که اسمشون هم برای من نذاشتن ولی شمارشون رو گذاشتن، در گلندر در همین امریکا به دنبالشون میگن. خب از حضورتون که سرکا خانم لیلا مجدانی به دنبال خانم مهدخت شهامت میگرده. جناب آقای محمود از تمپا فلوریدا به دنبال آقای حسین براتی که سیاوش دهقی اسمشو گذاشتن در آلمان، مثل اینکه هنرمند معروفی هستن. اگه کسی از آقای سیاوش دهقی یا آقای حسین براتی اطلاع داره، تمنا میکنم با ما تماس بگیره. خب یه بار دیگه تمنا میکنم از عزیزانی که به اصطلاح آقای گوربن که یهودی هم هستن، اگه کسی از فامیلای آقای گوربن اطلاعی داره، تمنا میکنن. این عزیز ما در این لس آنجلس خیلی اصرار داره که فامیلای گوربن پیدا بکنه. عرض کردم یک امانت، یک عکس، یک نامه یا یک چیزیه به اضافه یه هدیه کوچک گذاشته کنار، که اگه کسی از فامیل گوربن، باز گوربن نمیدونم اسم کوچیکه یا اسم فامیله، گوربن که یهودی هم هستن، بعد از انقلاب کسی خبر نداره، ولی اگر خواهری، خاله ای، عمه ای، دایی، کسی آقای گوربن داره، ما رو تو جریان بذاری، ممنون میشه. خب جیلا اندلی در سال 1354 در خیابان تکش ساعت 10 فروردین یه نوزادی رو میذارم پشت شیرخوارگاه آمنه که یه لباس سفیدی هم تو تنش بوده،
روی بلوزش ژیلا اندلیب نوشته شده باشه، نوشته شده بوده. تمنا میکنم حتما اینو با ما تماس بگیرن. خانم ژیلا اندلیب بس کنه، دیاکو جان بس کنه. خانم ژیلا اندلیب خواهش میکنم یه بار دیگه شماره تلفنتونه که عوض کردیم برای ما بذاریم. فاروق حسن بفرمایید. سلام آقا فاروق. سلام جانم. خسته نباشی، خوب هستی؟ خوبم. آره جانم نسیم هم موزایی بدی شما آقا فرخ. جانم نسیم خوبی؟ مرسی، شما خوب هستی، خانواده خوب هستن، زنده باشی، بارکلا. حالا گریه دفعه گریه نکن، قشنگ حرف بزن به همه صدات قشنگ بفهمن. جانم نسیم ببخشی صدام گرفته، مریض شدم، حالا خوب نیست. خب نسیم باز دختر 12 ساله باز اشکش سرازیر میشه تا با ما صحبت میکنه. نمیدونم از قیافه ما خوشش نمیاد، نمیدونم چرا، ولی خارج از شوخی نسیم گرفتاره دختر 12 ساله ایه که یه خواهرم داره که بیکاره. من یکی دو روز انتظار داشتم عزیزانی تماس بگیرن این خواهر نسیم رو بزنن سر کار که یه مقدار از این مشکلات کمتر بشه. متاسفانه من تلفنی نداشتم. حالا من یک عزیز دیگه دارم که آقای محترمیه که مطمئنم اگر بهش بگم حتما بهش زنگ میزنم و باش صحبت میکنم، حتما یه کاری برای خواهر تو میکنه. حتما نسیم. آقای فرخ روزش یه خانومی تماس گرفت از اصفهان، خانم مسنی بود. بله شما از اون طرف با من تماس گرفتن، شماره شما رو دادن. بله من تنها زندگی میکنم، 2 طبقه خونه دارم، تنها هستم. اگه بشه که بیاید از نزدیک اینجا ببینید، من شما رو ببینم که مثل بچه های خودم، مثل نوه خودم میمونی، یه طبقه بدم به شما، شما از زندگی کنید. مامان دیروز ماشین گرفت رفت اصفهان با این وضعیتش، پول قرض کرد از همسایه ها، ماشین گرفت رفت اصفهان، ولی با این دست شکسته، پای شکستش که از گچ باز کرده بود خودش رفت، اصلا جواب نمید، همینطوری بدون پول دست خالی مونده اصفهان، نتونست برگرده. اون خانم دی؟ از این بر از اون بر پول قرض. میدونم اون خانم دی؟ نه اصلا جواب اون شماره موبایلی که تماس گرفته بود اصلا ندادم. خب شما همینطوری یکی اگه زنگ بزنه یه شماره موبایل بگی بره اون سرتون پس برین، خب باید تحقیل میکردن به محضی که اینجا با همین شماره با من تماس بگیر، من آدرس میدم که بیایید اینجا، ولی وقتی میرسه اصفهان هرچی زنگ میزنه دیگه اصلا جواب نمیده و شماره رو خاموش میکنه گوشیشون. با این وضعیت پای ناراحت دست شکست. خیلی متاسفم عزیزان. به خدا این شوخی‌های اینطوری اصلا نمیدونم این مردم آزاریا کارا چه چیزی میخواین ثابت بکنید، چه چیزی براتون جالب میشه. یه نفری که خودش کافی به اصطلاح اینا رو زده زمین، بعد با یه امیدی بلند میشه میاد، بعد شما بازی میدین از تهران یا از کرج بیان اصفهان. نمیدونم. بعد یه خانم دکتر دیگه هفته پیش با من تماس گرفت، گفتش من میام کرج از نزدیک شما رو میبینم هفته دیگه، این هفته خیلی کار دارم. با اون خانومم که اونجا تماس میگیره هی میگه من سمینار هستم. خب حتما کار دارن. شما زیاد خوب شد اومدی کرج، من میام شما رو میبینم. اولش اینجوری میگه، بعد که میگه من اصفهان هستم، میگه من نمیتونم بیام، شماره حساب بده تا من از همینجا یه مقدار پول حواله کنم که شما برگردی کرج، ولی اونم دیگه هیچ جوابی نه. خیلی خوب عزیزان، ببینید خب هر دفعه که هر دم از این باغ بری میرسد، هر دفعه که نسیم زنگ میزنه یک داستان عجیبی به وجود میاد. خب اینطور درست نیست، به خدا درست نیست. حالا اگر میتونین، من تلفن نسیم رو دارم، تماس بگیریم با کمال میل. باشه نسیم جان. خیلی خوب میدونم.
منم تپش قلبم درد گرفت. ای بابا تو 12 سالگی چه تپش قلبی؟ راحت باش، آروم باش، همه چی درست میشه. دنیای هیچ دنیای بی صورت به آخر نمیرسه. خودت ناراحت نکن. خدا بزرگه، خدا بزرگه. باشه نسیم جان، بذار بکنیم به بقیه برنامه برسیم. حتما عزیزان کمک بکنیم به نسیم، یکی دو نفرم من حتما زنگ میزنم ببینم چی کار برش بکنم. باشه نسیم جان، قربونت برم. خدا نگهدار. بیا کجا بریم خط بعد. الو آقای فرخ، سلام. آقا جان سلام، حال شما خوبه؟ عزیزم قربونت برم، من یه رفیقی برم تو گلندر ایران اومده به نام آرمایس. خیلی ازت ممنون میشم اگر لطف کنید این شماره منو بهش بدین، بگین زنگ بزنه. آقای آرمایس؟ آقای آرمایس بله، تو گلندر قربونه برم. جناب علی آقای؟ من مرتضی قربونه. مرتضی جان از کجا زنگ میزنی؟ قربونه برم، موضوع تهری عزیزم. ای مرتضی جان خوبی؟ قربونه قربونه برم. آقای مرتضی من از ایران اومده تلاشکار، الان یک سال ازش خبر ندارم. یک دنیا ممنون میشم این شماره منو بهش بده، 501-43-52. آقای مرتضی تهری، خب شمارش هم گفت، یکی از هنرمندان بسیار بسیار خوب و عزیز و ارجمند ما ایرانیاست و سالیان ساله که زحمت به اصطلاح خیلی از هنرمندان گردنش بوده. دست درد نکنه مرتضی جان، انشالله که همیشه سالم و خوش باشی. قربونه برم. سلام منم به آقای خان برسون، بگو خیلی نکردید. ای جان منی، آقای آرامایی که در گلندل هستین، جناب آقای مرتضی طاهری عزیزم هنرمند خوب به دنبالتون میگرده. مرسی مرتضی جان، قربونت برم. قربونت برم. خب خط دیگه خواهش میکنم اگه هست. الو دیاکو جان، اگه خطی هست من در خدمتون هستم. آقای احمد شرکت از ویرجینیا به دنبال آقای حسن و حسین درمیانی میگردم. فرخ حسن بفرمید. سلام علیکم آقا فرخ. سلام جانم. جعفر هستم از اهواز قربان. خب جعفر جان، نمیدونم حمید رضا با تماس گرفت یا نه؟ نه همه تماس کسی نگرفته آقا فرخ. خب چه زحمت بکش ببین آیا این میاهی ها، آقایون میاهی در هنوز در به اصطلاح دانیال تاکسی رو در کوروش اهواز دارن یا نه؟ میاهی؟ آره ببین اینا که دانیال تاکسی رو دارن در کوروش اهواز. بله اینا یه پرسجور بکن خواهش میکنم، بعدش هم بگو به آقای میاهی رسول یا عبد یا حمید، بگو آقایون میاهی جناب آقای حمید رضا دوستتون از انگلیس به دنبالتون میگرده، بعد با من تماس بگیر من تلفن حمید رضا رو بهتون میدم. چشم ممنون. اونجا هم که رفتی بگو سفارش کردن که تو رو بزنن سر یه کاری. شش باشه، تماس میگیرم. باشه عزیز، خدا گرد حکمت به بندت داری ز رحمت زرد قفل محکم تری. خیلی ممنون. بسه برو ببین آقایون میاهی کجاست. برو روشو چشم خدا حافظ. از حضورتون که اگر کسی از آقای پرویز حکیمی نژاد، سرهنگ پرویز حکیمی نژاد که در شهربانی اهواز بودن، اطلاعی داره، تمنا میکنم یه تماسی با ما بگیرن. خانم میترا نجفی در آلمان یه پیامی دارن، تمنا میکنم اینو حتما توجه بفرمایید ببینید چه خبره. میگه خب دیاکو عزیزم میخواد خواب خوش پخش بکنه، دلم میخواد اون اگر اون فیلم چیزم بعدش آماده بکنه ممنونش میشم. آقای منصور تهرانی این شعر ترانه خواب خوشو گفته، آهنگش از خود بنده است و تنظیم از شاهین یوسف زمانی. امیدوارم خوشتون بیاد، گوش بکنید.
خواب نبود، حقیقی بود ستاره هاش، رودخونه هاش سراب نبود، عاطفه ها تبخ تبخ تو کوچه ی روشن عشق، رابطه ها بی غلغش خالی و بی حساب نبود، زندگی قسمت شده بود اندازه دست همه، هرچی که بود مال و منا سهم عالی جناب نبود. دیشب یه خواب خوش دیدم، خوابی که مثل خواب نبود، حقیقی بود ستاره هاش، رودخونه هاش سراب نبود. روزیه هر کی هر جا بود واسه همه اندازه بود، واسه گرسنه ها دیگه آدم دلش کباب نبود، عاشق سینه چاک هنوز جون سر معشوق میذاش، حرفای دل پذیرش فقط کتاب نبود. دیشب یه خواب خوش دیدم، خوابی که مثل خواب نبود، حقیقی بود ستاره هاش، رودخونه هاش سراب نبود، رودخونه هاش سراب نبود. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. نمیدونم قد ما کوتاه بود یا قدیما برف بیشتر میومد، نمیدونم دل ما خوش بود یا قدیما بیشتر خوش میگذشت، نمیدونم سلامتی بیشتر بود یا ما مریض نبودیم، نمیدونم ما بی نیاز بودیم یا توقعها پایین بود، نمیدونم همه چی داشتیم یا چشم و همچشمی نداشتیم، نمیدونم تو مملکت پول نبود یا دزد نداشتیم، نمیدونم اون موقع ها حوصله داشتیم یا الان وقت نداریم، خلاصه نمیدونم چی داشتیم و چی نداشتیم. خب چقدر خوبه این پدرها مادرها یه مقداری به این جوان ها بگن که چه چیزایی ما تو مملکت داشتیم که الان نداریم. چرا فقط میخواستین، یعنی تقصیر اونا هم نبود، وقتی گردن کلفت ها، وقتی آقایون قلدر انگلستان و امریکا و شوروی و اینا بخوان، خب برمیدارن از زورشون استفاده میکنن، از قدرتشون استفاده میکنن و اون رژیمی که دلشون بخواد میذارن سر کار. خب بعض مردم ایران، حالا اگر وجدانمون قاضی بکنیم، همه بلافاصله هی جلو هم به قول معروف فوری شمشیر نکشیم به روی هم دیگه، وجدانمون قاضی بکنیم ببینیم چی داشتیم، چی کم داشتیم. خب گذشت. عرض به حضورتون که میگه حدیث عشق، خطر همیشه پشت سر، خدا همیشه پیش رو، به سر نمی رود مرا سفر مگر کنار او، کلام دل نواز را اگر نگوش می کند، به گوش آشنای گل پیام آشنا بگو،
چه حاجت است روح را به دلنوازی سحر؟ گل و شراب اگر رسد سبد سبد سبو سبو. به آبشار گیسویش قسم که روز آشتی نصیب شانه می شود گلایه های مو به مو. فروغ چشم مست او اسیر کرده ماه را، ستاره ها از این خبر نمی کنند های و هو. چه سالها نشستم که بازگردی از سفر، تو و طلوع شعله ها من و غروب آرزو. تمام آرزوهامون غروب کردن. اصلا دیگه شوقی اگه یکی یه چیزی میگه میگیم دروغ میگه. اگر یه کاری میخواد بکنه بلا فاصله بهش انگ دروغگو میبندیم. خیلی راحت، برای اینکه نخواهیم کاری انجام بدیم، به خاطر اینکه از زیر مسئولیت در بریم. به همین سادگی اگر نخواهیم کمک بکنیم به یک کسی، میگه آی این به طرفدار نمیدونم فلان بود، ای توده‌ای بود، آی نمیدونم شاهی بود، آی نمیدونم خمینی بود. نه، این چیزا رو بذارین کنار، وجدانتون رو قاضی بکنین و دلتون رو به مردم بسپارین. سلام. سلام فرخ هستم، بفرمایید. آقا فرخ، نسیم هستم، مجرم مزاحمت میشم. میخواستم ایمیل تو اگه میشه نویس بشه که من میخواستم برات چند تا عکس بفرستم. ایمیل من هست farokhsinger@gmail.com، هر کی دلش میخواست. بعدا دیاکو عزیزم، دیاکو جان، farokhsinger@gmail.com رو براشون بنویس. چشم، خیلی ممنون. خب، چشم های من را بگشاییم و سپاس گوییم خداوندی را که عشق را به ما ارزانی داشت. سلام بر انسان های آزاده و مهربان و عاشق. دوستان مهربان خوبم، شاد باشیم، شادی حق شماست. بالهای من را بگشاییم، زیبا زندگی کنیم، خوب ببینیم، شاد باشیم و شادی ببخشیم. فرخ حسن بفرمی. الو جانم. فرخ حسن بفرمی. سلام قربان، حال شما خوبه؟ قربونتون برم. هم بفرمی. عرض کنم خدمت شما، ما چه به چه طریقی میتونیم برای این دختر خانم، من البته تلویزیون الان باز کردم، آرام گفتش که یه خانمی نمیدونن، یه دختری پا شکسته بود، نمیدونم از این چیزا که رفته اصفهان، یکی نمیدونم کلا گذاشته سرش. حالا بگذاریم، چجوری میتونیم از آمریکا برای این دختر خانم پول بفرستیم؟ والا من نمیدونم چطوری میتونیم براشون بفرستیم. شما اگه کسی میتونید کمک بکنید در ایران برن، از اونجا یه کمکی از این دوستانتون فامیلاتون از اونجا من نمیدونم از اینجا چطوری میفرستن. من معمولا اینا که در ایران هستن به فامیلاشون میگم برن کمک بکنن، به دوستا فامیل. این شماره تلفن اون خانم رو دارید شما؟ بله. دیاکو جانم، اگه لطف بفرمایید شماره تون رو لطف بکنید به آقای دیاکو بدین، من بهتون زنگ میزنم تلفن این دختر خانم میدم. چش. شماره تلفن من هستش که نه 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 نه، شماره تون رو پشت خط بدید. اسم کوچیکتون چیه قربان؟ اسم جناب علی، اسم کوچیکتون؟ دیاکو جان، امیدوارم که قد نشده باشه. خب از گریه ابر آسمان ترساندند، از گریه ابر آسمان ترساندند، از خنده ناظم جهان ترساندند. تأثیر کلاس دینی ما این بود، ما را ز خدای مهربان ترساندند. چرا باید از خدا بترسیم؟ چرا یادمون دادن بگن بهمون بگه از خدا بترسیم؟ خدا مگه ترس داره؟ ما باید خدا رو دوست داشته باشیم، نه بترسیم ازش. خب ما رو ترسونده، اوی میندازه خدای یک جباری میاد میندازه تو آتیش میسوزونه تو، تمام شده ره. نه عزیزانم، نه قربونتون، خدا که اینا درست کردن، این اون خدایی که ما در وجدانمون در وجودمونه نیست. خدا وجدان ماست. اینا که میبینیم سر مردم کلا میذارن، اچاف میکنن، آدم کشی میکنن، اینا خدایی رو نمیشناسن، خدایی در وجودشون نیست. ولی آدم های مهربون رو شما اصلا
احساس میکنین که خدا رو میبینین در وجودشون. اینا که دلشون میسوزه برای این، دلشون میخواد به مردم کمک بکنن بدون هیچ چشم داشتی، شما خدا رو در وجود اینا میبینین. دیاکو جان تلفن داریم قربونه؟ اگر تلفن اون آقا هم نوشته باشین، خب تلفن اون آقا رو نوشتین انشالله. خب پایان ماجرای از جان منی، زنده باشی. این دیاکو عزیز من، خیلی من دوستش دارم، خیلی انسان خوبیه، بارکلا. تو عروسی تا تونستیم میتونیم برات میزنیم و میرخصیم، خوبه؟ پایان ماجرای دل و عشق روشن است. ای قایق شکسته به دریا خوش آمدی. سخت است به انتظار کسی باشی که به هر چیز می اندیشد جز آمدن. خب چقدر باید با هم حرف بزنیم، چقدر باید دلتنگی همونو باید یه جور خالیش بکنیم. این هم یه برنامه یه که متعلق به شماست، به هیچ گروه و دسته و نمیدونم چیز سیاسی نه انگ بهش بزنی نه انگ بهش میخوره. یه برنامه یه وظیفش اینه که بگرده عزیزا رو پیدا کنه، بگرده یکی مثل نسیم رو کمک بکنه، یکی مثل اون که اونور داراب پا نداشت، براش چه میدونم در شمال بود اون که پا نداشت، پای چوبی درست کرده بودیم، دوتا دخترش اینور اونور بودن بدون پای چوبی، بعد که اون عزیزان جمع کردن و پول فرستادیم و این پاش پا با پای درست شده باز عکس گرفته بود، چقدر خوشحال. کار این برنامه اینه که بعد از 55 سال بگرده بچه که 6 ماهش بوده، مادرش در دعوایی در جنوب ایران در آبادان بین پدر و مادر، 55 سال بعد ما این مادر اینو پیدا بکنیم، آقا در آلمان، مادرشون در انگلستان. کار برنامه اینه، قشنگی برنامه اینه که بتونه یه قدمی برداره، یه کاری بکنه. ما هی میگیم آقای خامنه ای، آقای رهبر جمهوری اسلامی، اگر شما ادعا دارین که از خدا بهتون الهام میشه یه چیزایی، خب پس چرا جلوی دزدی رو نمیگیریم؟ جلوی این دزدی های عظیم رو چرا نمیگیریم؟ فقط یک سری بزنید به حساب شخصی، این به حساب دوروری خودتون، این وزیرا، این وکیلا، کاری نداره. در همین امریکا، در بهترین جای اینجا میبینین بچه های اینا دارن میان میگردن با کسایی، بابا مردم نون ندارن بخورن، نمیتونن یه مسافرت بکنن، اینا بهترین جای در همین کنار همین اقیانوس به اصطلاح اینجا بهترین خونه ها و بهترین زندگی ها رو دارن. از کجا؟ اینا که میگن اینجا کشور چه میدونم کشور بدیه، کشور حرومیه، کشور نمیدونم، اینا همه اینا میرن جهنم. پس این بچه های این آقایون، این وزیر وکیلاتون اینجا چی میکنن؟ خب نمیدونم، ولش بکنیم ببینیم دنیا ده. تلفن داریم دیاکو جان؟ دیاکو عزیزم اگه تلفن داریم قربونه بس بکنیم، اگه نه اون اگه ممکنه به یادی از زنده یاد منوچهر سخایی و آقای خرم یا آنگه پرستو که خود دیاکو عزیزم هم درستش کرده این چیزی رو، پرستو رو لطف بکنیم پخش بکنیم. پر پر زنون رفتی،
صحراهای بین ما نشون رفتی. به من میگن حریفونو ستاره گشتی و تو آسمون رفتی. غلام بودی کجا رفتی؟ تو که جون و دلم بودی چرا رفتی؟ هنوزم جای پات مونده لب باغچه، گلو بنده تلات مونده لب تاخچه. بگردم من فدای خاله سیاه تو. کجا رفتی خدا پشت و پناه تو؟ گلم بودی کجا رفتی؟ تو که جون و دلم بودی چرا رفتی؟ گلم بودی کجا رفتی؟ تو که جون و دلم بودی چرا رفتی؟ گلم بودی کجا بله، اینم پرستو بود، امیدوارم خوشتون اومده باشه. موهایش سفید شد، جوانی که خاطرات پدرش را خواند. بزنید یه دونه چیزم بگیم، یه خود تنبوی باشه، یه لبخندی هم اگر بیاد روی لبانتون بد نیست. میگه پسره یه تلفن برای تولد دوست دخترش بهش داد به عنوان کادو. دختره که میدونست پسر آه در بساط نداره ازش پرسید اینا از کجا آوردی؟ پسره میگه تو مسابقه دو بردمش. مسابقه دو چند نفر شرکت داشتن؟ میگه 3 نفر بودیم، من و صاحب تلفن و پلیس. خلاصه دوز بوده، رفته دوزی کرده. میگه مامان ساعت 7 صبح میره بالای سر پسرش، میگه بلند شو باید بری مدرسه، دیر میشه. پسرش از زیر پتو میگه نه من نمیخوام برم مدرسه، اونجا هیچ کس منو دوست نداره، بچه ها همه بام بدن، معلم ها ازم متنفرن، حتی فراش مدرسه هم دوستم نداره. مامانش میگه آخه بچه جون نمیشه که نری مدرسه، آخه ناسلامتی، تو مدیر مدرسه ای، آخه مدیر هیچ که دوست نداشته. خب از دست مردم این دنیا کارمان از گریه گذشته به آن میخندیم. خب میگه آب میوه فروش کنار ایستگاه تاکسی را بسیار دوست داره، چون وقتی راننده های خط فریاد میزنن آزادی آزادی، او هم فریاد میزنه زرشک زرشک. چه آزادی، چه چیزی. خیلی خب دیاکو جان، تلفن داریم عزیزم؟ اگه تلفن داریم لطف کن به بس کنیم بتونیم با عزیزا حرف بزنیم. خب پس قربونت، اگر لطف بفرم
میگه تا وقتی خود را در بند سیاهی و جهل به سر میبری، نمیتوانی روشنی بخش و پیام آور آزادی و شادی دیگران باشی. یه چیزیه که متاسفانه ما همینطور چشمونو میبندیم، میگیم فلانی در یک روایتی از یه روایتی در فلان 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 در کتاب فلان از روایت فلان تا آخرش یه 10 روایت میشه، یه 50 هم کتاب میچینن، بعد میگن آخرش از امام صادق فلان. چی؟ به خاطر اینکه دکونشون گرم نگه داره. خب یه خورده نگاه بکنید، آقای خامنه‌ای خیلی در بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدن خب خیلی تشکر کرده بودن از مردم. تعجب میکنم، حالا سیاست خارجی به کنار، سیاست خارجی هر چقدر گل زدین به سر مردم این 35 به کنار، چه قدمی برای مردم برداشتی؟ چرا مردم اینطور در فلاکت هستن؟ شما به از اینجا بلند میشن میرن بر میگم نمیدونی فرخ چقدر خوش گذشت، رفتیم نمیدونم ماشین گرفتیم و رفتیم شمال و بعدش اومدیم رفتیم هتل فلان و برامون مهمانی، بله پول تو جیبتونه رفتیم خرج کردیم بهتون خوش گذشته. خب یکی مثل این نسیم 95% مردم مملکتمونه، شما اصلا رفتین طرف های پایین شهر، رفتین طرف جنوب شهر، رفتین طرف جنوبی مملکت، ببینید در چه بدبختی به سر میبرن. آب لوله اهواز، خود نماینده رفت اونجا گفت آقا آیا شما حاضرین این آب لوله که آب پر گل پر لجن پر از کرم، این آبا رو که میخورن بعد از یه مدتی از جاهای بدنشون کرم میزنه بیرون و اون زمان این چه میدونم با کبریت میذاشن و دردآور بسیار بسیار دردآور که این کرما یه دفعه میدید یه کرم از صورت یکی دارن با یه چوب کبریت اینو در میاره. خب خدا خوشش نمیاد، چرا مملکت باعث اینطوری باشه؟ چرا باعث پولاتونو برین خرج چه میدونم فلسطین بکنید؟ مگه همین فلسطین نبود که رفتن 15,000 نفر سرباز در اختیار صدام گذاشتن که جوانای شما رو بکشن؟ مگه همین عراق نبود که همینا بودن؟ شما فکر نکنید تنها یه صدام حسین بود. پس این همه سرباز و اینا خب همین ملتی که الان هستن بودن دیگه. حالا یه صدام گرفتن سقط کرده. خب پس همین مردم بودن که اومدن حمله کردن ایران و این همه کشتار شد. چرا میرین به اینا کمک میکنید؟ چرا میرین ذریعه 14,000 میلیون تومانی بهشون میدید؟ اینا درد دلای مردمه که جرئت ندارن به شما بگن. حالا ما اینجا نشستیم میگیم، شاید به گوش آقای خامنه ای برسه. فاروق حسن بفرمایید. الو آقای فاروق جانم. فاروق حسن بفرمایید. آقای نواز کردن جناب فاروق، من از کانادا هفته گذشته زنگ زدم و از شما خواستم که اگر که یه وکیلی کسی بتونه کمکم کنه، من کار قانونی داشتم، شما لطف کردین و مسیج گذاشتین ولی چون کسی به من زنگ نزد دو مرتبه مزاحم شدن. اگر شماره تلفنم رو اشتباه گذاشتن یا یه چیزی چک کنم با شما، شاید محبت کنین کسی اعلان کنین، شاید کسی به من کمک بکنه. خب اجازه بدین من شماره شما رو تقاضا کردم. جناب آقای منوچهر هستین درسته؟ بله منوچهر خان. از ممنون از لطفتون. من تقاضا کردم از وکلای تورنتو که یه کمکی بکنین. جناب آقای منوچهر شما اونجا خودتون مگه نمیتونه از طریق اطلاعات اونجا این وکیلای ایرانی که مال ایمیگریشن هستن پیدا بکنین؟ باور بفرمایید توی مجله جوانان گذاشتم، همجا وکیل ریگلیت رفتم، خیلی سخت میگن که مبلغش بالاست، بالای 2 میلیونه، من هیچ کس نزی نشده تا باید همکاری کنه به تمنا میکنم. اگر وکیلایی که در کانادا در هر جای کانادا هستن که میتونن وکالت بکنن و به خصوص در تورنتو گرفتاری آقای منوچهر دارن که باید یه جوری حل بشه
تمنا میکنن. بعدش هم گفتن به محض اینکه به اصطلاح کارشون حل بشه، خب پولی به دستشون میاد، میتونن به اصطلاح حق وکالت وکیل رو بده. خوبه؟ قربونت برم. لطف بفرمایید شمارتون یه بار دیگه هم بذارید. منو چه خواهم؟ ممنون از شما. قربونتون برم. خب عرض حضورتون که من یه بار دیگه این گربونه بگم بد نیست. عزیزان یهودی، چه در اگر گربونه میشناسین، این عزیز ما به دنبال گربن میگردن، فامیلای گربن، تماس بگیریم با من. فاروق هستم، بفرمایید. الو، سلام آقا فاروق. سلام جانم. حال شما خوبه؟ خدا رو شد جان دلم. برنامه‌تون خیلی خوبه آقا فاروق، خدا خیرتون بده، گره از کار مردم باز میکنین. من هم یک زن تنها با سه تا بچه با یه پدر پیر، اصلا زندگیم حیرت داغونه آقا فاروق. به خدا موندم چیکاری؟ به شوهرم سرطان داشت مرد. از کجا زنگ میزنی شما؟ از زابل. از زابل. من زندگی رو خراب آمدم. خیلی خانم زابل تشریف دارم. آره تو روستا. شما لطف کنید، شما تلفنتون بذارین عزیزانم، تمنا میکنم چون این کمک بکنید. پدرم مریض، پدرم مریض، از بس بار کشیده، مراقب کمرش خراب شده. حالا عزیزان تو پول داشتم، بردم پول دکتر دادم. یک سال بچه هم یک میوه درست نخوردم، یک ذره غذای خوب نخوردم، یک زن بی سواد بی سر پرست شب خونه منو بیرون کرده، صبح منو توی خونه زندگی میکنه، اصلا دیوانه. خب شما شماره تلفنتون رو بزنید عزیزان، اگه میخواین کمک بکنین، اول، دوم، سوم تشریف ببرین، تحقیق بکنین، وقتی دیدین که درست میگن، که حتما به امید خدا درست میگن، حتما کوتاهی نکنین از کمک بشون. شما هم لطفا شمارتون رو بذارین عزیزان، لطف بفرمایین اگه میتونین کمک بکنین، تحقیق بکنین اول، مطمئن که شدین حتما کوتاهی نکنین. شماره تلفنتون رو بذارین دست آقای دیاکل لطفا. الو جانم، فاروق هستم، بفرمایید. درود بر شما آقای فاروق، تشکر میکنم از برنامه بسیار آموزندهتون که به ایرانی هایی که گم شدن کمک میکنه. زنده باش. این آقای منوچهر که از کانادا زنگ زدن، من راهنماییشون میکنم، ایشون میتونن وکیل لگالیت بگیرن، وکیل تسخیری. خب این دولت خزینه اون وکیل رو میده، نیازی نیست که وکیل برن که بخواد پول زیاد ازشون درخواست بکنه. شما از کجا زنگ میزنید؟ شما از کجا زنگ میزنید خانم؟ من از تورنتو کانادا زنگ میزنم. این قانون در کانادا هست، کسانی که هزینه وکیل رو نمیتونن بدن، دولت خودش پرداخت میکنه. شما ممکنه شمارتون رو برای بنده بذارین، من بتونم به آقا منوچه بزنم که بتونین، اگه بتونین کمکش بکنین، من ممنونتون میشم. حتما پشت خط لطف کنین، شمارمون میذارم خدمتتون. شمارم. اسم کوچیکتون خانم؟ من پروانه هستم. پروانه خانم، ممنون میشم اگه لطف بفرمایید شمارتون رو بذارین، و ممنونم، ممنونم که لطف کردین و به اصطلاح بتونین یه کمکی به آقای منوچهر بکنین. خب خیلی 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 ثوابش از صد تا رفتن چه میدونم مکه و مدینه و فلان اینا، اینا ثوابش بیشتره که دست هم نوع خودتون بگیرید. هیچ هم فرق نمیکنه که مسلمون باشه، یهودی باشه، ارمنی باشه، چه مسیحی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ما همه انسانیم. این بازی ها رو ما در آوردیم. آقا این مسلمونه، اون نمیدونم یهودیه، اون فلان، اینا رو ما در آوردیم. چون اومدیم که دنیا رو خراب بکنیم. خدا ما رو فرستاد دنیا رو درست بکنیم. ما اومدیم با این بازی ها، با این نمیدونم اختلافات. همه ما انسانیم. همه ما یه خدا داریم. در اصل ممنون قربونتون، خیلی ممنون که لطف کردین. شمارتون دیاکو عزیزم، لطف بفرمایید شماره خانم پروانه خانم بگیرین، ممنونت میشم. خب عزیزان، نمیدونم چقدر دیگه مونده. خب میگه فرمانداری یکی از شهرهای ایران اعلامیه نصب کرد. اعلامیه ترهیم در زمان انتخابات ممنوع است، چون در دوره قبل قربون علی که شب هفتش بود
بیشترین رأی آورد. دیگه مردم نمیدونن چی کار باید بکنن. والا به خدا. خب عزیزانم، من نمیدونم چقدر دیگه از وقت ما مونده. یا که عزیزم تلفن اگه داریم لطف بفرمایید. خب در خیالات خودم، در زیر بارانی که نیست، میرسم به تو به خانه‌ای از خیابانی که نیست. مینشینی روبرویم، خستگی در میکنی، چای میریزم برایت توی فنجانی که نیست. باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است. باز میخندم که خیلی، گرچه میدانی که نیست. شعر میخوانم برایت، واجه ها گل میکند. یاس و مریم میگذارم توی گلدانی که نیست. چشم میدوزم به چشمت، میشود آیا کمی دستهایم را بگیری بین دستانی که نیست. وقت رفتن میشود، با بغض میگویم نرو. پشت پایت عشق میریزم در ایوانی که نیست. میروی و خانه لبریز از نبودن میشود. باز تنها میشوم با یاد مهمانی که نیست. بعد تو این کار هر روز من است، باور این که نباشی کار آسانی که نیست. خب عزیزانم، یک برنامه دیگه بسته شد. یاکو عزیزم میگه میخواد ببنده. باز زندگی زیباست، بدونین به خدا زندگی زیباست اگه ما بخوایم، اگه بخوایم دست به دست هم بدیم، هم دیگر رو دوست داشته باشیم، ببینید چقدر زندگی زیبا میشه. خب از آقای شهرام همایون عزیزم، از آقای باقری عزیزم، آقای جورج عزیزم، آقای عباس پهلوان عزیزم و به خصوص از دیاکو عزیزم ممنونم که این همه زحمت میکشه، دست درد نکنه. از دکتر رضا و دکتر کوروش ترزاده وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا ممنونم که این برنامه رو به شما تقدیم میکنن. پسرهای خوب من با شماره تلفن رایگان 888-222-8286. خب امیدوارم هر کجا که هستین اول سالم باشین، بعد همدیگر دوست داشته باشین و خدا رو که وجدانتونه در دلتون زنده نگه دارید. خب قصه ما به سر رسید اما به آخر نرسید. تا روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر، خداحافظ. لون خوابه ببین زنبوره بی صبری که تو گل، توی حسرت شهد عشق نابه، توی حسرت شهد عشق نابه. زندگی زیباست قدرشو بدونی، بوته عشقو تو باغ دل بشوی. بیا خوش باش نخوریم غم فردا، وقتی فردا شد براش دل میسوزونی. وقتی فردا شد براش دل می سوزون. زندگی زیباست قدرش رو بدون، بوته عشق رو تو باغ دل بشون. بیا خوش باش نخوریم غم فردا، وقتی فردا شد براش دل می سوزونی. نگاه کن به درخت سبز تو با زندگی چه زیبا، ببین شکوفه های باغ گیلاس زندگی چه زیبا، ببین آفتابش داره میتابه، هنوز گنجشکی تو لونه خوابه، ببین زنبور بی‌سر
صبری که تو گل، توی حسرت شهد عشق نابه، توی حسرت شهد عشق نابه. زندگی زیباست قدرش رو بدون، بوته عشق رو تو باقه دل بشون. بیا خوش باش نخوریم غم فردا، وقتی فردا شد برش دل می سوزونی. My name is Reza Torxadeh, and I grew up here in Southern California. We take pride in handling difficult cases. Individuals or families.